این که به اف امیدوار بشی چیز داره. یه وقت شما میگه آقا برو این کارو بکن، خدا میبخشه، این که معلومه داری کلا سر خودت میذاری. ما میگیم آقا هر خلافی کردی یعنی رفتی کارتو انجام دادی، حالا بیا آقا ناامید نشو که بری باز دوباره ادامه بدی. میگیدی چی میگم؟ امید به عفو بعد از گناه باعث توبه میشه، باعث بازگشت میشه. اما این مال قبل کاره، میگه بیا برو این کارو بکن خدا میبخشه، این که معلومه داره کلا سرت میذاره، اومدی تو گناه مردی، مگه عمر دست خودته؟ زدی جنسش تقلبی بود بزنی که بری تو فضا، رفتی تو فضا، خب تموم میشه. این امید به عفو بعد از گناه باعث توبه میشه. ما میگیم آقا هر کی هر کاری کرده، یه وقت شما میای پیش من آقا من گناه کنم خدا میبخشه، میگه چه مسخره بود. مثل این که بگی آقا شکسته بند خوب تو قم هست، میگه آره، میگه پس از این پشتمونه بپرم. عقل نداری؟ اومدی پریدی با سر خوردی زمین مردی، اصلا به شکسته بند نمیرسه. یه بار نرفتی پریدی کارتو کردی، میگم حالا بیا پای شکستت، نگو پام شکست حالا پس اصلا خودکشی کنم، بیا بریم درست میشه. یه جوری واسه جا میندازه که انگار اصلا نپریدی. یا بدل الله سعی، یعنی امید به عفو بعد از گناه باعث توبه است، امید به عفو قبل از گناه این باعث میشه که بری طغیان کنی. این فرق میکنه، شیطان اون نوع اینو داره که قبل از گناه میگه آقا برو بزن تیز عل میشه فلان، این فرق میکنه با اونی که این که طرف خیلی خمار شراب میخورده دیگه میره پیش امام رضا که آقا جون من بده آقا هم یکی میاد همون موقع که بفرما مجلس برقرار همین الان. میخوام بدونم که اهل بیت حتی اگه چیزی ازشون بخوایم که مصلحت ما نیست و حتی منافات با دستورات خداوند داره بهمون عطا میکنن. حالا شما اون صحبت منو گوش دادی؟ من گفتم امام رضا جور کرد، گفتم جور شد، جور شد براش. خب باشه، حالا نه دیگه، اون یه دعایی کرده یه چیزی جور شده، من گفتم حضرت ورد داد بهش. این یه نکته. نکته دوم، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش که توبه کرد برگشت، یه اتفاقی که افتاده واسه یارو. حالا من از شما یه سوال میکنم، قرآن که حتما خوندین دیگه، شما طلبه این نه؟ خب شیطان به خدا گفت من میخوام همه مردم رو گول بزنم، انسان ها رو، فبه عزت که لاغوین نه مجموعی. بعد گفت چه کار کن؟ گفت به من مهلت بده. خدا چی بهش گفت؟ خدا بهش فرصت داد. تو طواف کعبه هم شوط هفتم، اون هفتمین بار که دارید خدا رو دور میزنی، یعنی دارید طواف میکنی توی مفاتیح الجنان یه دعایی هست، میگه خدا رو اینجوری، این دعا رو بخونید تو دور هفتم، بگید ای مستجاب کننده دعای شیطان. خب الان خدا ابزار داد به شیطان، یعنی خدا تو گناه شیطان شریکه؟ کدوم دعا فرمودی؟ همین که گفت به من مهلت بده، چون شیطان از اجنه است دیگه، و کانه من الجن. یه بسی به خود طرف درسته. خب حالا خداوند با اهل بیت که فرق نمیکنه که، ولی خب اون یه مجلس شراب بود. حالا میدونم اینم فرصت گناه دیگه، میگه من میخوام بندهاتو گمراه کنم، ولی خب از اجنه است، عمرش محدوده، و کان من الجن ففسق عن امر ربه، دیگه قرآن دیگه. خب حالا فرصت بیشتر میخواد، یعنی عمر طولانی میخواد، میخواد چیکار کنه؟ گمراه کنه، بنده های خدا رو گمراه کنه. خدا چیکار میکنه؟ دعاشو مستجاب میکنه. اگه حرف شما درست باشه یعنی خدا تو گناه شیطان شریکه، چون بهش فرصت داده دیگه. فرصت گناه اون زمان میخواسته برای گناه، اینم شراب میخواسته برای گناه. رسولش اونجا بعدش هم میگه که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. یه بندگان، حالا الان من شما سوال میکنم، من سوال میکنم، شیطان تو این چند هزار سالی که زنده است کسی رو گمراه کرده یا نکرده؟ بله. خب پس چی میگه؟ من حس میکنم اونجوری که خودم فکر کردم این بندگانن که خودشون میخوان گمراه بشن. خب اونم خودش میخواسته بخوره دیگه، چه حرفیه؟ اختیارش با خودشه. درست اختیار، مگه کسی گفته تو حلق کسی چیزیو؟ حرف اینه. حالا جوابش این نیست، جواب اینه که خدا چرا به شیطان فرصت داد؟
خدا قطعا فرصت برای توبه و بازگشت میده. درسته؟ خب حالا آقا شما آدم شناس باید باشی. بعضی معلم ها بعضی بچه هایی که تو کلاس شیطون بودن و چیکارشون میکردن؟ مبصر کلاسش میکرد، باعث میشد دیگه شیطنت نکنه، روش نمیشد شیطنت کنه، گفت این همه به من اعتماد کرده معلم. روش میدی؟ خب آقا آدم شناس هم دیگه، نتیجه داستان هم میشده که توبه کرده برگشته. شما الان تو گوگل، علامه گوگل سرچ کن شرابخار امام رضا آیت الله خزعلی، سرچ کن، اولین گزینه‌ای که میاد قدس آنلاین، سایتی که زیر نظر حرم امام رضاست، همین داستان آیه خزعلی نقل کرده، تازه مفصل با جزئیاتش. میدونم، میخوام به شما بگم که این قضیهش مثل اینکه شما یه درختی میخوای روش کنه کود بش میدی. پیامبر فرمود الناس عبید المحبه، مردم بند کوچیکه محبت هم میفهمن محبت. میخواد بگه آقا این زهر ماره، میخواد این زهر مار جوره. بابا خود اینا الان معلومه یارو محبت رو فهمیده، نتیجهش هم شده که توبه کرد. اهل بیت با اون علمی که دارن میان اون اسباب فراهم میکنن، یعنی میدونه که من با این محبت هم طرف توبه میکنه. حالا ما نگفتیم شما برو این کارو واسه کسی بکن، ما که منظورمون این نبود که، ما گفتیم شما برو کسی شراب خواست واسش جور کن. خب دیگه میخوام بگم اینجوری که نتیجه گیری، اگه اینجوری باشه بعد به همه شیطان هم فرصت، برای طول عمر همه شیاطین دعا کنید، چون خدا به شیطان فرصت داده. نه، شما برای هدایت همه شیاطین باید دعا کنید. هدف خدا از طول عمر که به شیطان داد این بود، برای اون هدف باید دعا کنید، برای هدایت همه گناهکارا باید دعا کنید. حالا یکی شراب میخوره تش به ضرر بدن خودش ضرر میزنه، حالا زیاده روی کنه ممکنه که مثلا به یک شخص دیگه ای هم ضرر بزنه، ولی اونی که تکبر داره به در و دیوار ضرر میزنه، اونی که دروغ میگه به در و دیوار عالم و به لجن میکشه. منتها خلاصه ما تا میگن گناه، میگیم ما که شراب نمیخوریم، این آب خوردن ولی دروغ میگه، تو وجودمون پر از حسادت. خود جامعه خود ما رو ببین، تو تمام اصناف میبینی حسادت بیچاره کرده مملکت. خیلی از کارشکنی هایی که میشه تو مملکت سر حسادت. اینا از اینا باید رفت توبه کرد دیگه، از اینا باید پشیمون شد دیگه، از اینا باید به خدا پناه برد دیگه. منتها اون شراب خورا بیچاره اسمشون بد در رفت. باز نتیجه نگیدید پس داریم شراب بخوریم دروغ نگیم، چون ما با جامعه طرفیم، والا هر چهر طرف اینو یه دیگه بر دیگه میرن اینا. فهمم یه سوال عقلیه، گناهی که میکنید باید با عذابی که بهش گفته شده سنخیت داشته باشه. مثل این که میگن آقا جرم و مجازات باید یه نسبت منطقی بینشون برقرار باشه، درسته؟ اونی که فهمیدید از روایت نشون میده که جرم با مجازات سنخیت نداره، پس معلوم میشه شما روایت یا روایت منطقی نیست، درست نیست، چون بالاخره معصوم که نشنیدی، جز تازه روایتی که سندش هم خیلی ضعیف، غیر از این که ممکنه تقلبی باشه از اساس، یا این که نه روایت درسته، شما درست نفهمیدی چی گفته، که این دومیش محتمل تره، که اصلا فکر نکردیم که شما فاعل عذاب رو در جهنم مثلا چیز میدونید، فهم میکنید یه ملکی میاد اونجا آویزون میکنه آدم ها رو. نه آقا، این گزارش درون خودته، جهنم جلادی توش نیست، خودتی، نتیجه اعمال خودته، درون خودته، اون عذاب ها خودتی، اصلا یه همچی چیزی نیست. نه به
مگه شکنجهگاهی آویزونت کنن شکنجهت کنن؟ نه، خودتی، رفتار خودت، درون خودت، گزارش درون خودت، هرچی هست مربوط به خودت، خودتو داری مشاهده میکنی، عمل خودتو داری میبینی. شما الان اینجا مثلا میگم یه وقت به پدرت یه جسارتی میکنی از رو جهالت، بعد میگذره و بابات هم بزرگوارانه میگذره و پدرت در دنیا میره، بعد مدت ها تازه میفهمی که آخ پدرت چقدر به تو محبت داشت، تو چقدر جهالت داشتی متوجه نبودی و چقدر، بعد از تو شروع میکنی سوختن. کسی میسوزوندت؟ رو آتیش میذارنت؟ بعد آتیش حسرت عجیبه ها، هیچ آتیشی تو دنیا سراغ ندارم اندازه حسرت سوزاننده باشه. مثلا یعنی حسرت عمیق استخونات آب میکنه، آتیش حسرت، منتها دود نداره، فایلی هم نداره، تو درون خودت، تو وجود خودت اتفاق افتاده. نار الله المقدر التي تطلع على الافئده، آتیش جهنم تو درون جهنم. کجا داره تو قرآن آتش بیرونی؟ کو؟ کو؟ میدونم کو؟ خب آب جوشان باشه، خب آب جوشان و آب جوشان هست. خب حالا میدونم شما آب و H2O میدونی؟ یعنی مثلا اونجا H2O قلقل میکنه میخوری؟ مگه عالم ماده است؟ نه نه، ملک که شما رو عذاب نمی کنه که عزیز دل من، اون تو درون خودت داره اتفاق میفته، اصلا بیرون خبری نیست، اصلا تو درون شماست. میگه وجیع یومئذ به جهنم، میرن جهنم رو میارن. مکانو مگه میشه بری بیاری؟ نه میدونم این که میگی بیرونی هست، از کجا میگی؟ استاد یعنی هر کی درون خودش جهنم داره؟ بله، همینجام داری؟ نمیبینی، چشمتو باز میکنن میبینی اینجا یا جهنم وجودت یا بهشته. ممکنه الان درک نکنی، چشمت که باز بشه میبینی، مثل یه بیماریه که تو درون من هست، میرم زیر دستگاه نشون میده مریضی منو. این که میگه بیرون هست، تو از کجا میگه از بیرون هست؟ مثلا بیرون خبری نیست. اونو باید شما مناجات شعبانیه رو بخونی با ابو حمزه رو، اونو به توضیح میده. من اینجا بار توضیح دادم که خدا مثلا آقا هر بنده هر چقدر گناهکار، خدا میاد به یه بندهش مثلا بگه چخه، چون عرب به سگ میگه اخسا، اینجوری میکنه خدا؟ قرآن برای پیشگیریه، برای پیشگویی نیست رفقا. این چیزایی که راجع به جهنم و قیامت و اینا میخونید، اینا پیشگویی قرآن نیست، اینا رو گفته که نشه، داریم میگیم که نشی. حالا شما واسهتون پیش نیومده تو خونه یه پسری هست که فکر میکنه مثلا باباش دوستش نداره، باباش بین برادرها فرق میذاره و همان با این بدن، دیدی تو خانواده ها پیش میاد یه همچی چیزی، بعد مثلا نشستن دوره هم راجع به یه موضوعی میخوان صحبت کنن، همه دارن نظر میدن، تا این پسر میاد حرف بزنه باباش میگه یه لحظه میگه یعنی من خفشم، یعنی من حرف نزنم، یعنی آره دیگه اصلا نمیخواد، میگه آقا من یه دارم میگم یه لحظه میخوام یه چیزی بگم. پسره فکر میکنه باباش میخواد بگه که تو خفش و تو حرف نزن، حالش نسبت به باباش یه جوریه که فکر میکنه باباش از این خوشش نمیاد، اصلا انگار بچه سر راهیه. خیلی از بچه‌ها مثلا تو خانواده شلوغ چون بی توجه میشن پدر مادرها، احساس میکنن که اصلا ما نکنه سر راهی بودیم، ما بچه بودیم چند تا رفیقامون مثلا حالشون اینجوری بود، بعد دنبال این بودن برن یه جای آزمایش بدن ببینن اینا رو از سر راه نیوردن. گفتن خب بابا تو 10 تا بچه داره، تو رو از سر اجاق کور بوده مگه رفته تو رو آورده؟ چرا این فکر رو میکرد؟ تو خانواده تو موزه ضعف قرار گرفته بود، گیریم خودش عواب نکشته بود، خانواده‌ام شلوغ بود،
پدر مادر توجهشون کم شده بود. بعد این آدم فکر میکنه هیچکی نمیخواد صدا اینو بشنوه، هیچکی نمیخواد این حرف بزنه، هیچکی نمیخواد این صحبت بکنه. حال تو رو داره میگه، تو اینجوری فکر میکنی. دیدی بعضی وقتا یکی با شما دعوا داره میگه آقای محترم، میگه درست صحبت کن، میگه آقا من دارم میگم آقای محترم، نه میخواستی منو تحقیر کنی، میگه آقا چه تحقیری عزیزم، چه تو ذهنت فکر میکنی من میخوام تحقیرت کنم؟ من کلمه محبت آمیزم بگم، مثلا به طرف میگه عزیزم، میگه آقا دستتو بنداز، دستتو بنداز، آقا من نمیخوام بهت بی احترامی کنم که، دارم بهت محبت میکنم. منتها چون ذهنیت داره محبت رو توهین میبینه، والا خدا با کی میاد بد صحبت بکنه؟ شما تو سیره اهل بیت نگاه بکنید با کدوم گناهکاری بد صحبت کردن. ابن ملجم انقدر امیرالمومنین سفارشش رو کرد به امام مجتبی که آقا گفت بابا این ظاهرا شما رو زده ها، این ما رو بیچاره کرده ها، قاتل شماست. حضرت فرمود دشمن ما پیش ما غیر از رحمت و مغفرت چیزی نمیبینه. در همه عوالم همینه، این که بالا دنیا نگفته که، کلام امیرالمومنین مال همه عوالم. یعنی اگه بدی میبینی از خودته ها، خدا تو قرآنش میگه هر بدی میبینید از خودتون، از من نیست. خیر میبینی از منه، بدی میبینی از کیه؟ حال تو اینجوریه دیگه، ما باید حرف میزنیم فهم میکنی داریم به توی میکنی. خب معاقبه عقوبت برای چیه؟ لا تو عدبنی به عقوبتک، دعای ابو حمزه است. هدف از عقوبت چیه؟ تعدیب. هدف از عقوبت تعدیبه. خب آقا من وایسادم پا ادب شدن شما، حرف بدیه؟ من وایسادم تا شما رو برسونم به کمال، کوتام نمیام. چرا وجود نداره اونجا؟ اگه نداشته باشه که شما بیخ جهنمی میمونی اونجا، که اگه تعدیب وجود نداشته باشه، رشد وجود نداشته باشه، چی باشه؟ خالص‌سازی. یه نوع رشده دیگه، چه فرقی میکنه؟ اگه رشد نباشه که شما کال دنیا میری، اصلا لذت اونجا نمیتونی بفهمی، اصلا رشد متوقف نمیشه. انسان همیشه در حال نزدیک شدن، انا لله انا الیه راجعون. شما به سمت خدا داری حرکت میکنی، توقف نداره که. میتونی راتو دور کنی، میتونی راتو دور کنی، اما این نیست که بتونی از این مسیر بری بیرون. راتو دور میکنی به هیچ وجه. اصلا معارف توقف پیدا نمیکنه تو اون عالم، تازه ذهنت باز میشه بتونن یه چیزایی بهت بگن. میگه اصلا جهنم برای بعضیا مقدمه شفاعته، تازه آماده بشیم میخوام حرف بش بزنیم. چون باطن شفاعت چیه؟ هدایته. شفاعت یعنی هدایت. من یه آدم حسودم، منو شفاعت کنید برم بهشت. منو که با حسادت تو بهشت نمیفرستن که، خب برم تو بهشت با حسادتم، برم تو بهشت، بهشت جهنمیه برام، همه تو ناز و نعمت، من قاطی میکنم، حسادتم شعله میکشه، او زبانه میزنه بهشت رو میکنه جهنم. این که منو شفاعت کنید یعنی منو هدایت کنید، یعنی منو درمان کنید. حسادت رو همم بگیرید، من دیگه میتونم وارد بهش بشم. چیزی که نمیذاره شما وارد بهش بشی همینه دیگه، حسادت، تکبر، لجاجت، بد اخلاقی، بددلی، بدخواهی، ایناست دیگه. مانع ایناست، خودت مانعی، تو خود حجاب خودی. حافظ از بیان برخیز، حجاب خودتی، مانع خودتی، زقوم خودتی، قسلین خودتی، نار خودتی، حسرت خودتی، همش درون خودت. خودتو خالص سازی کن، تمام میشه دیگه. چون اونور میخوان شما به مدارج عالی برسید. آقا خدا پایه است، شما به خودش برسید و تمام توانش گذاشته که این اتفاق بیفته، تمام نقشه ها کشته اتفاق بیفته. شما فکر نکنید خدا رفته یه قایم شده گفته حالا هر کی ما رو پیدا کرد، هزار تا مانع گذاشته که ما پیداش نکنیم. اینجوری نیستش که، تمام اراده و عزمش به اینه که شما به ملاقات خدا برید، چون اون به شما مشتاق‌تر از شماست، چون اون عاشق شماست. قطعاً ممکنه تو به خاطر اینکه خدا رو نمیشناسی عاشقش نباشی الان، ولی اون قطعاً همین الان عاشق توه و عاشق میخواد به وصال معشوقش برسه.
این همه بساط رو انداخته که عقل داده، فطرت داده، خودش وایساده به تمام قوای ملکوتی عالم گفته در خدمتت باشه، تمام انبیا رو فرستاده، عالم دنیا رو هم درست کرده، عالم قبر و برزخ و قیامت درست کرده که تو بهش برسی و با معرفت بهش برسی که از این ملاقات لذت ببری، که تو اون کیفی که اون میخواد قرار بگیری، چون بر اساس لطف تو رو خلق کرده. حالا اینکه تو حالشو نداری، علمشو نداری، حوصله‌شو نداری، نه این یه بحث دیگه است. باید بیدار شی، بالاخره باید بیدار شی. اختیارم بهت داده. اصلا داستان این که پروسه هدایت شده، پروسه طولانی شده، سر اینه که تو اختیار داری. ولی که خدا تو قرآن گفت خب همتون رو مؤمن خلق می‌کردم، ولی خب از اون سفره اصلیه نمیتونستید لذت ببرید، چون خودت نیومده بودی. که مثل اینکه الان همه ما رو سوار یه هلیکوپتری کنن، قدرت داشته باشه، ولی مثلا هلیکوپتر فکر نمی‌کنم بتونه بره قله اورست. فرض کن مثلا یک هلیکوپتری باشه که بتونه بره، بشر به اون علم رسیده باشه یه هلیکوپتر بسازه بتونه بره، نمیدونم الان هست یا نه، همه ما رو بلند کنن برن بزنن رو قله اورست، قطعا هممون که خفه میشیم اونجا به خاطر اینکه رقیق هوا، چون اصلا ما آموزش اونجا رو ندیدیم، لذت نمیبریم. که هم میگه آقا ما رو برگردون، هممون میگه ما رو برگردون. آقا اسم اعظم چیز خوبیه چیز بدیه؟ آفرین، چیز خوبیه برای کسی که ظرفیتش رو داشته باشه. یارو ظرفیتش رو نداشت، اومد پیش امام صادق میگه به من اسم اعظم بده، فهمی که کلمه است، مثلا یک وردیه یادت میدیم اینو میخونی دیگه، میشی میری قول جادو میشی خودت دیگه، همه کاری میتونی بکنی با اینکه یک معرفته. هرچی آقا براش توضیح دادید اصلا نمیگیره طرفو، طرف نمیگیره حضرت چی، فهم کنه آقا بخل داره، مثلا یه چیزی داری میخوام تو دست تو نباشه. آقا بهش محمود که خب باشه، مثل اینکه سوار هلیکوپترش کنه ببره رو اورست. آقا بهش گفت دست تو بذار رو زمین، میگه دستم رو گذاشتم زمین احساس کردم هیچی تو عالم نیست، اصلا قوام تو عالم نیست، یعنی زمین زیر پام احساس میکردم که شله، چون این زمینه که صفت نیست، این قضا و قدر خداست این صفته الان، وگرنه میتونه از آب خلاصه نرمتر باشه، فرو بریم هممون. میدونی اسم اعظم یعنی بفهمی همه کار خداست، بفهمی لا مؤثر فی الوجود الا الله. این ستونا نیست که این سقف رو نگه داشته، چون الان شما به امید این ستونه و این محکم بودن و این زمین سفته راحت اینجوری نشستید، اینجا یه تق چی بیاد در میرید همتون بیرون دیگه، من این پشته میرم اینجا را بلده، شما از اون بر میرید باید بکنم من زودتر میرسم. آره آره، این را مخفی داره، کراش بازی میگردیم را مخفی کد میزدیم، این را مخفیشه. بعد آره داداش، بعد خیلی کار ما میکنیم شما خبر ندارید، یواش یواش با خبر میشید. بعد میگه دستم رو گذاشتم احساس کنم هیچ چی نیست، شروع میکنه داد زدن که آه نمیخوام. آقا میگه خود دستتو بردار. دست شما هم میگه همه چی دو، میگه آقا مخلصی ما نوکرت، مثل که شما رو با هلیکوپتر بردن رو قله اورست، بیای پای میگی برگردیم، نه سرماشو میتونی تحمل کنی، نه رقیق بودن هوا میتونی، اصلا حال نمی کنی. با اینکه اونی که کوه نورد حرفه‌ایه چند سال برنامه ریزی میکنه که برسه به اورست و نمیدونی وقتی رو اون نقطه قرار میگه چه حالی میکنه، چه لذتی میبره. تو چرا اون لذت رو نمیبری؟ چون اون تمرین ها رو نکردی، تو با پا خودت نیومدی، که تو رو آوردن. اینه داستانش. حالا اختیار دادیم که اگه رو اورست قرار گرفتی حال کنی، خودت بیای زحمت بکشی کیف کنی. خب به خاطر این طولانی میشه، ولی همه تونی بردیم گله اورست، حالتون به هم بخوره بیاد پایین دیگه، هم حوث اورست رفتن به سرتون نزنه. ولی گفتیم آموزش ببین، با اختیار بیا تمرین کن، 20 گله قبلش برو فتح کن، فلان کن، چکا کن، که وقتی اومدی بالا اورست دیگه شادتر از تو نباشه تو عالم، با نشادتر از تو نباشه تو عالم. اینه قضیهش. بس اختیار همیشه با شما هست، هر جا هم اختیار باشه ارتقا هم هست، که متوقف نمیشه انسان. دیگه اونا نمیدونم، اونا رو باید بهش فکر کنیم با هم دیگه. آره چون راجبش تا حالا صحبت نکردم، قرار شد از صحبت من سوال کنی، صحبت نکردم. خب نکردم صحبت راجبش، حتما چیزی بوده، قواعد خودشو داره دیگه. حالا تو دنیا که فعلا هستیم ببینیم چیکار کنیم، اون برم باید بشینیم یه وقت راجبش صحبت کنیم. بله 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 بله، میتونی سقوط کنی، میتونی بالا بری. بله.
دوتاش هست. تو قرآن هم میگه ما بهشتی ها رو نمیذاریم سقوط کنن، میگه ما نمیذاریم. سوالی که شاید ذهن خیلی رو درگیر کرده باشه اینه که اصلا خدا چرا انسان آفرید؟ چیکار داشت خدا اینقدر آدم یه حد جایی بود؟ الان من میتونم جوابتو بدم، جوابتو ندم چی میشه؟ کم لطفی کردم نه؟ آفرین. خدا میتونست ما رو خلق کنه، خلق نکنه کم لطفی نیست؟ بر اساس لطف ما رو خلق کرد، لطف دیگه. آقا اصلا نباید بگی چرا خلقم کرد، باید عشق کنی که تو رو خلق، باید دمت گرم که ما رو خلق کردی، به من وجود دادی. همین رو بفهمی مست ابدی میشی، الالعبد مستی بدون هیچ ماده سنتی و سنتی. چون اونا مست نمی کنه، میدونید آدم رو گیج میکنه. ما نمیدیم، ما همسایه همون ماهواره داره خونه، اونا دیدی. آقا وجود داری الان، این که اصلا باید کیف کنی که هستی. خب آقا میگه لطف دیگه، بر اساس لطفه، هیچ احتیاجی به تو نداشته، نیازی هم به تو نه، ولی میتونسته تو رو خلق کنه. این همه زیبایی خب، مثل این که شما بگی که فلان نقاش چرا فلان تابلو رو کشید. حالا الان یارو میمیره نقاشه، بعد یه تابلوشو میگن چند میلیون دلار، اون بعد وقت زمان خوش نون نشته بخوره. و بعد جالبه که همین هم نکشیده که بفروشه، کشیده چون میتونسته خلق کنه این تابلو رو، خلق کرده چون خالقه، چون میتونه این زیبایی. حیف نبود اگه این تابلو نقاشی رو نمیکشیدن این نقاشای بزرگ؟ حیف نبود حافظ که میتونست شعر بگه اگه شعر نمیگفت؟ حیف نبود اون فیلمسازی که میتونست فیلم خوب بسازه و اگه نمیساخت مثلا هیچکاش میشست خونهشون هیچ کاری نمیکرد؟ حیف نبود؟ حیف بود والا. تو میتونی یک زیبایی خلق کنی و تمام وجودت هم بزرگواری و آقای معلوم خلق میکنی، از رو عشق و محبت خلق کرد. منتها شما یه خدایی تو ذهنتون ساختید که نمیخوره به این حرفه، میگه خدا از رو عشق ما رو آفریده، ولی خب اگه پاتو کچ گذاشتی الالعبد میری یه جای اونجا رندت میکنن، دهنت هم سرویس. تقریبا با این قاعده ای هم که میگن 99% کره زمین اونجا، ولی خدا لطف کرده، با لطف تمام. خب کو لطفش؟ چه لطفی شد؟ این چه لطفیه؟ اون مشکلی که تو یه چیزی ذهنت اشتباه ساختی، نفهمیدیش، بعد اصلا برات سوال شده که اصلا چرا ما رو خلق کرد. یارو به من میگفت حاج آقا من میخوام بمیرم فقط، یعنی زودتر بمیرم هرچی شد. بعد اون بر یه دفعه بیان بگن ها چرا نماز نخوندی، بگم یه حکمتی داره. چون ما اینجا هر چی میگیم خدا چرا اینجا، میگن یه حکمتی داره، بگم یه حکمتی داشت. خودش طلبکار از خدا میدونه، چون خدا رو عامل همه بدبختیاش میدونه. و راستم میگه ها، خدایی که براش ساختن، خدایی که خودش ساخته عامل همه بدبختیاشه. گرفته خوابیده تو خونه، گفته خدای درستش کن، چون بهش گفتن یه خدایی هست بگی درستش کن، درستش میکنه، تو هم هیچ کاری نمیخواد بکنه، یعنی چون قندر همجوری بشی. خدا میگه من بهت گفتم بشین، من این همه پیغمبر فرستادم، یکیشون بیکار نبود. نمیشد پیغمبر یک کار کنه نیاز به خورد و خوراک نداشته باشن، فتوسنتز کنه مثلا. شما یه پیغمبر دارید ازدواج نکرده باشه، کار نکرده باشه، بچه نداشته باشه، پول نگرفته باشه، جنس نفروخته باشه، جنس نخریده باشه، سراغ دارین؟ وقت پیروان اکثر انبیا علاف حرفه‌ایاشونا که خیلی معتقدن بیکار، معلومه که شما مسیر انبیا رو نرفتید، مسیر خدا رو نرفتید. یه خدا اینجوری هم تو ذهنت داری باش حال نمی‌کنی، والا که اصلا همین که خلق شدی باید مست بشی که خلق شده، منو خلق کرده، منو آفریده، بعد به من وجود داده، بی نهایت نعمت در اختیارم گذاشته، بعد من میتونم چه قله، اصلا قله‌ای تو عالم نیست که نشفعت کنی، اصل قله خودمم. یعنی تو یه روز بفهمی اورست خودتی، بعد همیشه حال میکنی، تازه دیگران کنار تو قرار میگیرن حال میکنن، میدونی؟ ولی خب نشناختیم دیگه. بفهم اون آقایی شما فرمونی که با تمرین میشه مثال اورست خیلی با یه لحظه رسیدن
چی یه لحظه رسیده؟ وردانیکو چی؟ شهدا چمران. یه شبه رسیده؟ چمران 23 سال پدرش در اومده تو آمریکا، خدا بابا تو بیامرزه. یارو 23 سال تو آمریکا درس خونده، بالاترین مدارج علمی گرفته، توی مؤسسه‌ای وابسته به ناسا کار میکرده، بعد میاد به مامانش میگه مامان من 23 سال تو آمریکا بودم، قسم میخورم یک لحظه خدا رو فراموش نکردم. همه جوریش یه شبه رسیده؟ اونام یه شبه نرسیده. اون کسی که مثلا یه لحظه مثلا سوال هر سال میشتن مثلا یه آقا دسته میشه آقا خلاصه در دسته فلان شد چه لحظه این آقا شفا گرفت این آقا تمرین نکرد. خب باشه، شفا چه ربطی به ارتقای چیز داشت که حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه مرده رو زنده میکرد، حالا زنده شد چی شد؟ نه ما عارض داریم یه لحظه تو خواب پیغمبر رو ببینیم. اصلا پیغمبر که داره طوری، این که رسیدن نیست که، این بابا با حرفایی که من میزنم فرق میکنه داداش، بحث ارتقای معنویه. پیغمبرش ابو جهل هم دیده. خب آقا شفی این که جسمش رو شفا داده، بحث شفاعت یعنی روح تو آموزش ببینه، اون که هممون تحت شفاعت الهی هستیم، کسی نیست که از سایه رحمت خدا دور باشه، هممون داریم شفاعت میشیم. شفاعت یه پروسه است، یه شبه که اتفاق نمیفته که، یه وقت یه بروز داره، تو داری شفا دادن رو میگی. یه کسی مریض بوده شفا گرفته، با یارو میره معبد بودام شفا میگیره، شما فکر فقط حرم امام رضا شفا میده؟ شما نرفتی ببینی که، خب برو ببین معبد بودا شفا میگیرن، فکر کردی الکی 1 میلیارد خورده آدم اونجا میرن، هیچ خبری نبوده، هیچی ندیدن، چرا اونجا هم شفا میده؟ فاطمه تو اروپا میرن شفا میگیرن. آقا اصلا مگه خاتمیت پیامبر ربطی به شفا گرفتن کسی داره؟ عزیز من، این که چون اونجا شفا میگیره در معنیش نیست که بودا درسته که من چه که عزیزم میذاری من حرفم تموم شه؟ بذار من حرفم تموم شه، کافر نشیم الان، سو بودایی نشیم، فقط بودایی به ما نگفتیم. خب باشه، خب صبر کن، خب بابا اجازه بده اصلا حرف من از دهنم در نیامده، شما نتیجه گرفتی، خودم بلدم بگم دیگه بودایی که نیستم حداقل دیگه، هرچی هستم. من یه بار رفته بودم خدمت آیت الله صافی گلپایگانی، یه سری بچه یه جایی من کار میکردم میرفتم سخنرانی، بعد گفتن که ما میخوایم بیایم قم بریم یکم مراجع رو ببینیم. منم یه آشنایی داشتم اونجا، گفتم آقا یه سری اصلا از فلان نهاد میان میخوان که مراجع ببینن دیگه، هماهنگ کردن، گفتن آقا دفترهای صافی هستش. خیلی سال پیش رفتیم دیدن ایشون، یه اتاقی نشسته بودن که قرار بود بعد بیام برای اون بچه‌ها سخنرانی کنن. بعد من رفتم اونجا نشستم، همین عادی هست که مثلا اون وقتی حالشون نم الانم هست یا نه، مثلا دم قبل ازونی بود اینجوری بود، یه چه اتاقی میشستن میومدن طلبه ها، همین عادی بود، اصلا کاری نداشتن. منم همونجا رفتم نشستم ایشونو ببینم. بعد یه طلبه ای اومد گفت که آقا یه معبدی هست توی اروپا به اسم فاطمه شفا میده، یاری میره اونجا شفا میگیره، این چه جوریه؟ فکر کنم آقای صافی ایشون گفت که معبد بودا هم شفا میده. گفت آقا دیگه بدتر. بعد ایشون گفت ببین خدا بنا نداره جواب بنده هاشو نده، ولی آدرس رو اشتباه برن، اون قاصره، اون داره خدا رو میگه. ما روایت داریم که یه وقت دیدن ملائکه، دیدن که خدا داره با یکی مستقیم حرف میزنه، بعد اومدن ببینن چیه، دیدن یکی داره با بوتش حرف میزنه، گفتن خدا این داره با بوتش حرف، گفت منو میگه، هرچی میگه منو میگه، اشتباه گرفته. الحمدو لله الف و لامش الف و لام جنسه، یعنی جنس حمد مخصوص خداست، یعنی هر کس از هر چیز تو این عالم تعریف میکنه داره خدا تعریف میکنه، چه بدونه چه ندونه، چون کل این عالم خدا آفریده. یعنی اگه گل زیبام داری تعریف میکنی داری از خدا تعریف میکنی، از معشوقت داری تعریف میکنی، چه مویی چه رویی چه لبی چه چی، داری از خدا تعریف میکنی، چون خالق همه اینا خداست. چه بدونی چه ندونی، الحمدلله هر کی از هر چی داره تعریف میکنه داره از خدا تعریف میکنه. خب طبیعیه که جوابم بگیره. حالا یارو قاصر، آدرس بلد نبوده، این که نشونه حقانیت کسی نیست. ما نمیگیم امام رضا چون شفا میده حقه، که ما میگیم آقا بیا کلماتشو ببین، بیا معرفتشو ببین، بیا علمشو ببین، وگرنه به شفا باشه که شما فلان درخت میرن ازش شفا میگیرن؟ مگه نمیگیرن میرن بهش چیز آویزون میکنن؟ خب درخته شفا داده،
خداست، بنده خدا آدرس و اشتباه رفته قاصر هم بوده، ولی یه کسی که عالم باشه هزار سال بره به یه درخت متوسل بشه ببینم شفا میگیری یا نمیگیری، میگه تو آدرس رو بلدی، تو آدرس رو میدونی، مثل بابا طاهر عریان. بنده خدا عشق معارف داشت، طلبا داشتن با هم مباحثه میکردن جلو حوزه علمی، خوشش اومد، اومد بهشون گفت شما چه جوری انقدر میفهمید سواد اینا؟ یکی با شوخی کرد بهش گفت ما کارهای سخت میکنیم، شبا که آب حوض یخ میزنه میریم این یخ رو میشکنیم میپریم تو آب، بعد اینجوری میشیم. این بیچاره باورش شد، باور کرد، پاشد شب رفت یه حوضی پیدا کرد، یخ زده بود توش، زمستون بود، یخه شکون پرید تو آب. بهش معارف دادن، معرفت بهش دادن، سواد نداشته آخرم بخونه بنویسه، ولی معارف میگفت، آدرس و اشتباهی رفته ولی با نیت درست رفته، بهش هم معارف دادن، فهم بهش دادن، سواد خوندن نوشتن هم نداشت ولی تا دلت بخواد میفهمید. میگیری چی میگم؟ اون بحث اینه که یکی آدرس و یه وقت اشتباه میره، خب باشه، ولی نیتش درسته، میرسه به مقصدش. قاصر هم هست تو این که اشتباه میره، مقصر نیست. کسی بهش بابا یارو تو جنگلای آمازون به دنیا اومده، چششو وا کرد دیده دو تا برگ بستن بابا مامانش دوره چیزون باگون باباکون با دارن میکنن، بنده خدا چی میدونه؟ خب اونا به یه اعتقاداتی بر من مسخره نمیکنه، اما الان ببین شما فکر کنید من دارم مسخره میکنم، با اینکه من مسخره نمیکنم، اونم برای خودش آینی داره، یه فهمی داره، یک علمی داره، شعوری داره، طبق همون فهم و شعور آینی که دارم امتحاناتشو پس میده، در دنیا هم میره، به اون مقاماتی که باید برسه میرسه یا نمیرسه. خب من که خودم گفتم اینو الان، گفتم کسی که میشناسه نه، گفتم من اگه برم معبد بودا هیچ اتفاقی واسم نمیاد. حالا شما یه بزرگواری بکن، شما یه چیز جدید به ما نچسبون، ما خودمون اینجا الان پر مدال رسیدم، اینا شما به ما نچسبون، من حرف خودم رو دارم میزنم، من به اونا چی کار دارم؟ شما اصلا نفهمیدی اونا چی میگن، من حرف دیگه دارم میزنم. الان دقیقاً آقای مشاور آقای رئیس جمهور همین حرفو میزنه. آقا شما ما باید بگیم ما 5 میلیارد موقع جهان 5 میلیارد انسان داشت. الان 7 میلیارد تو هم دو ساله چند ساله زیاد شد؟ اون اون مسی 5 میلیارد ما 300 میلیون شیه پس اینجوری بهشتی هستیم بلکه جهنمی. کی گفتیم اونا جهنمیه؟ ما کی هم شرفی زدیم؟ نه نه شما دارید همون دید آقا میگه شما اینجوری فهمید. میدونم من شما یه سوال میکنم عزیزم، گوش کن، حالا اونو ولش کن، حالا اسم کسی نیار، همون آقا یه روزی خداتون بوده بهش همه رفتید رأی دادید سر همونی که حالا الان همه ندادن رأی، اون وقت که دادن پس کی بهش رأی داده؟ حالا گوش کن، سر همین که ما چهار تا انتقاد تو همین هیئت بهش کردیم همه جا ما رو بردیم، حالا حرف منو گوش کن، حرف کسی رو به ما نزن. آقا من چه کار اون دارم؟ آقا شما ما همینجوری میای فلانی اینو گفت یه جمله یارو گرفتی، حرف خود اونم نرفتی گوش کنی چی گفته. شما معتقدی فقط ما 300 میلیون شیعه میریم بهش بقیه میرن جهنم؟ خب ما همینو نگفتیم، ما نگفتیم. من چه گفتم همه قاصرن؟ گفتم اگه کسی قاصر بود همین الان دارم حرف میزنم، اینا مرحوم مصنف زنده است، من همین الان اینجا جلو رو شما، من گفتم همه قاصرن؟ گفتم بنده خدا قاصر باشه مشکلی نداره، مقصر باشه فرق میکنه، همین الان گفتم، همین الان گفتم، همه میگه از گلای صافی گفتم الان جمله رو، از گل آقا لطف‌الله صافی گلپایگانی گفتم الان جمله رو، عجب گرفتار شدیم به خدا. فارسی همین جلو روتون دارم صحبت میکنم، ذهنتو خالی کن میای اینجا، اینجا نه چپ نه راست نه شمال نه جنوب نه ایران نه هیچ جای دیگه نیست، ما جمع شدیم چهار تا آدم دور هم دیگه داریم ما معارف میگیم، کاری به کس کار کسی دیگه ای نداریم که کی کجا چی گفته، به ما چه کی چی گفته، همون هم باید بری کامل صحبتاشو گوش کنی. عادت کردیم تو این کشور بولتن بخونیم، یه جمله از یکی وردارن بذارن اونجا بگن اینه، برو گوش کن، برو با یارو بشین نشسته برخاست کن ببین چی میگه، حرفشو بفهم. خدا رحمت کنه متحری یه جوری کمونیستو میگفت که خود طرفداراش حرفا اینو گوش میکردن که ببینن رؤساشون چی میگن، انقدر خوب بیان میکرد حرفاشونو، من یه نفر ندیدم وجدان داشته باشه اندازه ایشون حرف مخالفو درست بگه، درست بگیم، به یاروی انگی نزنیم، برداشتای خودمونو نگیم به یارو. من جلو رود نشستم دارم میگم یارو اونجا رفته شفا گرفته، دارم میگم شفا گرفتن نشونه حقانیت نیست، اونی هم که رفته شفا گرفته قاصر بوده مقصر نبوده، این بهش میشه پلورالیسم دینی میشه؟ این به همون پلورالیسم هم نرفتیم بخونیم که ببینید چی میگن اونا،
یعنی اونی هم که به اون معتقده برید نظرشو بخونید کامل ببینید چی میگه، بعد اگه نقدی داشتید عالمانه نقدشو به یارو بگید. چهار تا شده فوش اصلا توی مملکت ما، یه سری جملات شده فوش. ما میگیم که امام زمان آقا انجمن حجتی است، میگیم آقا داعشی دعا کن برای هدایتش، آقا این وهابیه، میگیم آقا اهل سنت رو دوست داشته باش، این سنی مذهبه، میگیم آقا فلان کارو نکنید اصلاح طلب شده، میگیم فلان کارو نکن، میگیم گفتیم اصولگراست، میگیم آقا جبهه شهدافه، آقا ما میگیم خشونت طلب میگید نیست، میگیم زن فل، آقا این اصلا ضد زنانه، میگه ما خودمونم نفهمیدیم کدوم بدی. طرف جلو هیئت جلو منو گرفته میگه شما منحرفی، افکار پلید دکتر علی شریعتی و مرتضی مطهری داری. گفتم آقا دکتر علی شریعتی این دو تا رو داخل، این دو تا خودشون با هم کلی کانتاکت داشتن تو بعضی اعتقادات با هم بالا پایین، این دو تاش با هم نمیشه. که چی شده مثلا با آقای مطهری بعده که چون گفته حضرت رقیه نمیدونم هست یا نیست، با دکتر شریعتی هم بعده چون نمیفهمه چی میگه. خب آقا این احساس گوشت مشکلی که شما کلیگویی میکنید، مثلا الان که رنده میکنه، خب کی توی این مملکت دیگه رنده میکنن جهنم فلان؟ شما یه سی دی هست به اسم سیاحت غرب، میجوشونن رنده میکنن آویزون میکنن میسوزونن، چند میلیون هم نهادهای فرهنگی اونو تولید کردن تو دبیرستانا پخش کردن. کی میگه کی نمیگه؟ تا حالا همینا رو گفتن دیگه، این همه آدم اینجاست، شما که فقط اینجا نیستی. سی دی پخش کردی بچه یارو شب ادراری گرفته، بچه دبیرستانی. رفیقای ما طلبه میگفت تو حجره گوش دادیم شب با هم، جرئت نمیکردیم یکی بره برقا رو جان. اصلا نمیبینی کسی رو. تو دیگه چی میگی؟ نه جدی من ببخشید موندم، این از شما سوال نمی کنم چون جلساتتونه خیلی پافشاری دارن آقا جهنمه نمیدونم میکشن میبرن رنده میکنن. من تعجب میکنم ارم رحمین چیه؟ اگر این آیاتو میخونن خیلی ساده به من یه جواب بدن. اگر منظورش اینه که شما چرا تفسیر میکنید آیا آیاتی تو قرآن هست، اصلا آدم روش نمیشه تو جمع جلو بچه یه زن بگه، یکی بیاد مال من تعریف کنه آقا قلیان یعنی چی، چی اونجا هست؟ قلمان. قلمان یعنی چی؟ عوض که ناراحت شده ما هم اینو یکی ترجمه کنه دیگه. اگر قرار نی تفسیر کنیم توضیح دادیم، یکی مال من میگه تو جمع. دیدم یکی از آقایون داشت میگفت تو تلویزیون. نه یه سوال دیگه، ما میگه آقا زن شما زن شوهردار رو آیه نساس دیگه، زن شوهردار رو میتونی مال خودت بکنی تو جنگ. آقا اصلا کافره، دین نداره. اون که اشتباهه، اون که ترجمه رو اشتباه ترجمه، اون اصلا ترجمه رو اشتباه ترجمه کرده، این نیست تو قرآن. اون که میگه زنان شوهردار به شما حرامن الا ما الا مگه الا با ملکت ایمانکم، اون اصلا یه اون بحث اون داستان راجب قوانین اولیه اسلام راجب کنیز، واسه اینکه می‌خواستیم کنیزداری رو برداریم. من منظورم اینه اگر این ترجمه برای اون اوایله، پس این جهنم ها مال اون اوایله. نه 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 توضیح نه. این ببین ما اومدیم تو جامعه دیدیم جامعه یه مریضی داره که مریضی مزمنه، یعنی قدیمی شده تو جامعه. تو معارف ما داریم اگه بدونی درخواست از دیگران چقدر بده، یه لیوان آب از کسی درخواست نمی‌کنی. دینی که این جزء معارفشه که نمیتونه بیاد بگه که آقا یه غلام بگیر بعد همه کارهای تو رو این انجام بده مفتی، چون تو خریدیش. مگه انسان مالک انسان میشه؟ اصلا یه همچی چیزی نیست که انسان مالک کسی بشه. منتها ما میخوایم با این بیماری، این بیماری رو درمان کنیم، ولی بدون خونریزی، با آرامش، چون رفته تو جون جامعه قرار گرفته، بعد سیستم جامعه بر این اساس پایه‌گذاری شده. مثل اینکه شما امروز بیا بگی آقا ماشین‌های بنزینی اینا آلودگی محیط زیستی دارن، درسته دارن، خب حالا میخوایم درستش کنیم. درستش اینه که شما یک ماشین برقی درست کنی که بتونه کارهایی که ماشین بنزینی میکنه رو انجام بده، مثلا مسافت طولانی بتونه طی بکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه هی شارژ بشه، همون قدرت رو داشته باشه، همون شتاب رو داشته باشه، بعد اونو یواش یواش وارد جامعه کنی. به قول خدا رحمت کنه مرحوم بهشتی میگفت شما بنز درست کن کسی خر سوار نمیشه.
راست میگه. شما اون ماشینو که بیاری با قیمت مناسب در اختیار جامعه قرار بدی، یواش یواش خودشون ماشین بنزینیو میذارن کنار. اما یکی بگه نه آقا امروز ماشین بنزینیو جمع کن تا ما اونو درست کنیم، خب جامعه چی میشه؟ همین تو قم از گشنگی میمیرید. خب کی براتون آرد بیاره، کی واسهتون چه میدونم مواد غذایی بیاره، کی واسهتون گوشت بیاره، کی چی بیاره؟ نمیشه که. سیستم جامعه بر اساس این نوع ماشین ها پایگذاری شده، چند میلیون نفر آدم دارن بر اساس همین به کمک همین صنعت دارن زندگیشون رو میچرخونن. بله که این صنعت آلوده ایه، این ماشین آلودگی تولید میکنه، چه گازوئیلیش چه بنزینیش. حالا شما باید ماشین های مثلا که سازگار با محیط زیسته برقیه مثلا تولید کنی، کامیونش هم بتونی تولید کنی، قطارش هم بتونی تولید کنی، مثلا هواپیماش هم بتونی تولید بکنی، ماشین های شخصیش هم بتونی تولید بکنی و به قیمت مناسب در اختیار جامعه قرار بدی، بعد ماشین بنزینی ها رو همه رو جمع کنی. اما همین امروز هنوز اونو درست نکردی بیای ماشین ها رو جمع کنی چی میشه؟ جامعه میرزه به هم. خب جامعه بر اساس کنیز و غلام پایگذاری شده، سیستمش اینجوری داره اداره میشه. ما نمیتونیم بگیم آقا یه شب جمعش کن ما دیگه نیستیم. خب جمعش کن بعد چی میشه کار؟ هیچی، جامعه میریزه به هم ولبشو. یعنی اگه میگفتیم روز اول میگفتیم غلام و برده، نه خود غلام و برده اربابا رو میکشتن، عوض کینه داشتن. خب حالا شروع کردیم نه میگیم عیبی نداره اینو دارید، اما قانون میذاریم. برده حقوق داره، حق نداری کار مالای اتاق ازش بخوای، حق نداری باش مواجهه جنسی داشته باشی با غلام، حق نداری تو طویله بخوابونیش، جای خواب باید بهش بدی، غذا باید بهش بدی، حق استراحت بهش بدی، ازدواجشو نمیدونم مثلا محترم بشماری، این کارو کنی اون کارو کنی. کنیزم همینطور، کنیزو حق نداری در اختیار مهمونت قرار بدی، در اختیار فامیلت قرار بدی، کنیزت فقط به تو که مالکشی محرمه. بعد حق لباس داره، حق غذا داره، حق نظافت داره، حق فلان داره، حق کلی حقوق گذاشتیم. خب این کارو کردیم که اولا این حقوق رو رعایت کنن ارباب، اون کینه های قبلی آمپرش بیاد پایین. بعد تو هر مناسبتی هم گفتیم آزاد کردن غلام و برده اینقدر ثواب داره. روزت خوردی بعد بری 60 تا آزاد کن. من 60 تا نمیتونم، 18 تا نمیتونم، یه دونه برو یکی آزاد کن. بعد پیغمبر خودش مجبور شد غلام بگیره که به اینا یاد بده چجوری با غلامتون برخورد کنید. پیغمبر یه بار به غلامش نگفت یه لیوان آب واسه من بیار، غلامش میگه کمتر از داداش به من نگفت، همش بهش میگفت برادر. یا انقدر به غلامش گفته بود برادر، خب بقیه هم دور و برشون جروشو نمیشد بگن مرتی که فلان فلان شده اینجا ببینم. کسی غلام آدم حساب نمیکرد. بعد دیدن نه آقا این اصلا انسان شخصیت داره، سر به زنگا هم آزادشون میکرد. امام سجاد غلام میگرفت، تربیت میکرد، با سوادشون میکرد، بی سواد بودن همه، آموزش میداد، با سوادشون میکرد، نظافت نه همه چی یادشون میداد، ازدواجشون میداد، آزادشون میکرد، حقوقشون رو قطع نمیکرد. میگه حقوقتون رو هر ماه بیاد بگیرید، انگار پسر منی، بیا پول تو جیبیتو بگی برو کمک کار زندگیت باشه، که یاد بده به مسلمونا. امام سجاد تو خونهش تو تاخچه یه شلاق گذاشته بود، شلاق روش خاک نشسته بود، هر کی میومد میدید خونه حضرت میدید شلاق داره خاک نشسته، میخواست بگه شلاق تو خونه ما خاک میخوره. تو خونه شما چی ادعا میکنید از مایید؟ مجبوریم داریم جامعه رو درس میدیم. حالا ما گفتیم آقا کنیز فقط برای خودت، یارو 20 تا کنیز داشت. میگه خب این 20 تا آدم من نیازایی دارم، من نمیتونم یه نفری که من یه نفرم، اینا 20 نفرن چیکارشون کنیم اینا؟ یه قانون گذاشت واسه دوران گذار، گفت تو میتونی کنیزت رو بدی به کسی که کنیز نداره، دیگه به اون محرمه، دیگه با اون میتونه ارتباط داشته، ولی حق طلاقش دست توه چون مال ملک توه، میتونی طلاقش بدی هر وقت خواستی، مثلا اختیارش دست توه، ملکت دیگه. وقتی طلاقش بدی از ملک اون خارج میشه، مثلا عده چیزی داره نگه میداره میاد تو ملک تو، به تو محرم میشه، میشه زن شوهرداری که به تو محرمه، به شرط که طلاقش بدی بیا تو ملک تو میشه محرم تو. اینم برای کیه؟ برای اون بیماریه که 20 تا کنیز رفته گرفته. فکر کنم مثلا شما فکر کنید اهل بیت کنیز میگرفت، مثلا با کنیز مواجه میشدن، چی میگید؟ اهل بیت شناختید یعنی چی؟ منتها چرا ما اینا رو توضیح نمیدیم؟ چون امید داریم که یه روزی بشه دوباره بشه کنیز بگیریم، یه مرضیه دیگه. اینا به شما یاد خب. نمیگیرن. حالا حرفم حالا دیگه میخوام بگم حرفم به شما اینه. میخوام بگم پس اون آیه بحث کنیز بحثه، وگرنه شما فرض کن اصلا ما هندو تو جنگ احد اسیرش کردیم، ابو سفیان هم اونور زنده است، هند به ما محرم میشه؟ پیامبر فرمود من مبعوث شدم برای لوتم به مکارم الاخلاق.
برای اینکه آخر اخلاق بشه. آخر اخلاق اینه که زن کسی که تو جنگ اسیر شده به تو محرمه. چه حرفیه؟ تو یه ذره فکر کنی میفهمی این حرف منطقی نیست. آیه کجاش راجع به جنگ داره صحبت میکنه؟ بحث کنیز قوانینیه که گذاشتیم برای دوران گذار که از این نقص برطرف بشیم بیایم. مثل یه مریضیه که الان اومده پیش ما، 20 تا مریضی داره، میگیم خب اول قلبشو بذار درمان کنیم، جاها دیگر رو فعلا یه التیامی بدیم، فعلا قلبه رو درست کنیم اصلیه. این معنیشی نیستش که من پس با مریضی با زخم معده موافقم، با زخم روده موافقم، با عفونت ریه موافقم، معنیشی نیست. نه، من فعلا این مریضی ها رو یک دوایی دادم که یه التیامی بگیره تا اول قلبتو درست کنم، بعد بیام ریه‌تو درست کنم، بعد بیام معده‌تو درست کنم، بعد بیام روده‌تو درست کنم. خب تو در به داغونی اومدی پیش من مقصرم با 20 تا مریضی اومدی پیش من؟ شما الان میری دکتر، مثلا یارو تصادف میکنه میبرن دکتر، اول که کل بدن عاطل میگیرن که حالا تکونش نده، فعلا بدتر از اینی که هست نشه، بعد عکس میگیرن میگه آقا 10 تا نقطه بدن شکسته، میگه خب کدوم الان ضروری تره که درستش کنیم؟ اونی که ضروری تره رو عمل میکنن، تو همون حالت عاطل نگرش میدارن، شکستگی دیگه‌اش هست نگر میدارن، این یه مقدار التیام پیدا کنه، مثلا گردن شکسته گردنه رو فعلا درست میکنم، میگه حالا دستشو صبر کن پس گردنشو اول درست کنم. این معنیش این نیست که من با شکستگی دست موافقم. الان نمیکشه جسم تو، من بخوام اونم در 20 بری زیر 20 عمل که تمومه، صاف میری سینه کش قبرستون. میگه چی میگم؟ باید آروم آروم جامعه، خب ما شروع کرده اسلام آروم آروم جامعه رو درمون کردن، حالا کار افتاده دست یه عده که دنبال سوء استفادهن. قضیه اون قصابه شد که اومد گوشتو شقه کنه، زد وسط گوشتو یه استخون پرید تو چشش، اومد ای طبیب چشمم، گفت ببینم، نگاه کرد و وقتا پول نبود که، جنس می آوردن، یه سردست گوسفند حسابی برداشت برد که گفت که زود درمان بشم. طبیبم سردست گوسفند رو دید، میدونید یه چیزی آخه نمیدونید شما گوسفند چی، یک موجودی بود قدیما میخوردنش. نه این چیز نه مهران نبود، این نه بابا جون، این به سر جنوبیه است، این اسم چی بود؟ رادش. آره میگفت این چیه میخورید؟ گوش 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 پیاز، میگفت گوش پیاز سیب زمینی. آره بنده خدا. حالا بعد این سردست گوسفنده رو دید و یه مرهم گذاشت و گفت باید فردا بیای. فردا یه سردست دیگه رو برد و مرهم رو برداشت، مرهم رو یه هفته آقا این کباب میزد، همینجوری چنجه درست میکرد، دکتره عشق میکرد. بعد یه روز رفته بود دهن یعنی یکی دیگر درمان کنه، بعد شاگردش اونجا بود، این اومد و گفت آخ من خیلی این چشم درد میکنه، استخونه مونده بود داشت افونه، گفت والا استا نیست، رفته ده که یکی دیگر درمان کنه. گفت تو بلدی؟ گفت والا از اون چیزه که درست کرده هست یه مقدار، میخوای به مالم بچشه؟ گفت بیا درست کن. آقا این برداشت مرهمه رو پسره یه دونه زردبین گذاشتید ای استخون گوشه چشش، یه پنج سوز دفونی کرده بود در بود. گفت آقا دمت گرم، اولین عمل باز چشم در خاور میانه، باریکلا. گفت آقا حیات اینه، ما اینیم، بله این خیلی توش کار کردم، این طراحی جدیده که خیلی زحمت کشیدم، که این بچه های جانبازا به من میگفت من به هوش اومدم تو جبهه، تو بیمارستان صحرایی، گفت به هوش اومدم، دم دکتره به اون داره میگه طرح جدیدم، گفت نمیدونم چی رو من آزمایش کردم. عمل جدید. گفت چی؟ خلاصه پسرم باد انداخت به قبقب نشست و طبیب اومد دید پا نمیشه، گفت مردی که پا نمیشه، من اومدم گفت بشین بهت بگم چیکار کردم. گفت چیکار کردی؟ گفت اولین عمل قل، اولی عمل قرنیه در خاور میانه، بعد ثبت کنن تو تاریخ. گفت چیکار؟ گفت قصاب اومده بود. گفت ای چیکار کردی؟ گفت چی ذره بین انداختم، دیدم یک استخون در اون گوشه چشم قرار داره، پنس رو زده افونی کردم، اونو در آورده آقا این گذاشت تو کرد. گفت پدر سوخته اون استخون رو منم دیده بودم، اون راست گوسفنده رو تو ندیده بودم. این که بعد پیغمبر استخون تو زخم نگر داشتن یه عده برای راست گوسفنده، این ربطی به پیغمبر نداره. این چه ربطی به پیغمبر داره؟
اینکه شما به هر کسی اعتماد کردی دین تو دادی دستش، این چه ربطی به پیغمبر داره؟ شما هر چی روایت راجع به شأن علما بیاری، یعنی تمام روایت که راجع به علما جمع بکنی بالای 50 60 تاش راجع به فساق من العلماء است، که حواستون رو جمع بکنید، دینتون رو در سر کسی ندید، از هیچ کس معصوم درست نکنید، که هر چی گفت قبول بکنید. خودتون کردید، حالا طلبکار دین پیغمبر شدین؟ چه ربطی به پیغمبر داره؟ تو روایات صریح گفته امام زمان وقتی میاد دینو میگه، همه میگن یاتی به دین جدید، یعنی انقدر کج رفتین که وقتی امام زمان میاد میگن یه چیز دیگه میگه. تو تمام ادعیه میگید اظهر بهی دین نبی یک، خدای بفرستش بیاد دین پیغمبر ظاهر کنه. خب معلومه نیست که میخواد ظاهر کنه دیگه، ظاهره که ظاهر نمیکنن که. همه کج روی هم سر همین شده که فکر نمیکنی، از تنبلی فکر رو تعطیل کردیم، گفتیم یکی بشینه جا ما فکر کنه. طرف اومده به من میگه میخوای بده امکانات بدم این افکارتو نشر کنم؟ برای چی؟ گفتم خیلی افکار خوبیه، پخش بشه. گفتم اولیش خودت بیا بشین. تنبلی نظر میکنید از سر تنبلی؟ حال نداره من کار داره. تو کاسبید بیا مسیر امام حسینو برو، حال نداره تو کاسبش مسیر امام. این فرار کرد آقا نیمه شعبان نظری بدیم برای امام، بیاد راه امام زمانو برو، راه امام زمانو برو نظریت هم بده. نه که نظری بده راه و نرو، از تنبلی نظری بده. حالا باز دوباره نظری ها به ما شاکی نشن والا، چون بازاری ها خب خیلی دوست دارن نظری بده ها را. آره یکیشون دیدم خیلی با من بده، بهش گفتم آقا من فکر نمیکنم چیزی علیه شما گفت. گفت چرا دیگه، شما میگی نظری فلان نظری فلان. خب اینا گفتم حالا 40 ساله دارم برنجشو از تو میخرن دیگه، حالا فکر دین مردم باش، کاسبی خودت نیست فقط که بیزینس رو انداختی با امام حسین. میخواد برنجشو بفروشه، میگه نظری حاج آقا جزء اوجب واجبات. من یه جا داش گفتم گوشت گاو مکروه، روی روایت داریم از امام صادق فبو لحمه دا که گوشتش مکروه، یعنی چیز نیست. بعد دیدم یه زن خیلی شاکی جلو هیئت ما رو گرفت، این حرفا چیه میزنی شما، اصلا سندش کو فلان کو. گفتم خانم شما طرفدار گاوایی مثلا؟ من نمیفهمم الان. من گفتم گوشت گاو مکروه به شما چه چیزی داره؟ اصلا شما چرا ناراحت میشی؟ صاحبونه به من گفت گاو با این شوهرش گاوداری داره، گاو گوشتی تربیت میکنه، فامیلمونه. این خوش شاکی شده شما گفتی مکروه فلانه. گفتم حالا کافرمونه گاو، گفت گاوداری داری به در کار ندارم. الان دوباره یه چیز دیگه، ولش کن آقا، ذهنتون سالم باشه آقا، اصلا حلال حلاله جهنم هست، همه تو میری جهنم میبینید چه. گفت یه آج آقا بود خیلی بهش میگفت، گفتن آج آقا از جهنم بگو، اونه که میریم میبینیم. اون که هیچ. خب سلامتی خودتون، پدر مادرتون صلوات بفرست. یکی از علتهایی که در عصر جاهلیت رو من چند بار توضیح دادم، جاهل یعنی ناتوان در معنای اصلیش، نادان نیست، به نادان هم استفاده میشه، اما جهل در مقابل عقله. عاقل یعنی توانا، کسی که قدرت داره خیشتنداری میکنه. اقال دیدی چفیه میدازن رو سرشون عربا، نخ بافته میذارن روش، بهش میگن اقال، نگه دارنده. ها جاهل یعنی ناتوان، تو معنای نادان هم به کار رفته، ولی اصل معناش ناتوانه. اصل جاهلیت اصل نادانی نیستا، اصل ناتوانیه. میفهمه داره اشتباه میکنه، از رو تعصب به فهمش عمل نمیکنه. وگرنه اونی که دختر رو زنده به گور میکنه، خب خودش با کی میخواد لذت ببره؟ از دختر لذت میبره دیگه، از زن لذت میبره. خب اگه همه دختراشون رو زنده به گور بکنن، تو میخوای با دیوار ازدواج کنی؟ بعد بچت قرار از زیر بوته عمل بیاد پسرت؟ تو که عاشق پسری؟ میفهمه داره اشتباه میکنه، ولی رو تعصبش، میدونی از رو تعصبش این غلطو میکنه. اپیدمی هم نبوده که همه این کارو میکردن، وگرنه که با منقرض میشدن، اینجوری نبوده. مثلا یارو اگه 10 تا پسر داشت، حالا یه دخترم گیر نمیداد، ولی یکی دو تا دختر پشت سر هم میومد، جفتشون رو میزد میکش. از رو تعصب، از روی جهالت، از روی تکبر، از روی اینکه بعد متلکی بهش میگفتم، مسخرش میکردم، میگه روش سیاه میشد، میگفتن دختر دار شدی از ناراحتی. پس اصل نادانیه. خب حالا اون همه خشونت اونجا چی کار میکنه؟ اون همه خشونت، اینکه دختر خودتو زنده به گور بکنی، اینکه کثیف باشی، مکه‌ای که پیامبر توش مبعوث شد یه توالت توش نیست،